همسفر ما باشید. کولبار سفرمونو بر می‌داریم و برای شناخت بیشتر کشور عزیزمون ایران می‌زنیم به دل جاده. سفر می‌کنیم به یکی دیگه از شهرهای تاریخی و دیدن جاذبه‌های گردشگری فراوونش. از پیرترین موجود زنده ایران براتون می‌گیم. درخت سروی که بیش از 4500 سال از عمرش می‌گذره. باز هم معماری و کیمیاگرانی که خاک رو به گنج تبدیل کردن. گنبدی بر فراز تپه و تماشای هنر معماری سنگ. خونه های قدیمی که رد پای تاریخ رو در خودشون به یادگار دارن و بادگیر دو طبقه زیبا. صنایع دستی شهر براتون میگیم. هنر سفره بافی، عروسک دوزی، نمدمالی و چنته دوزی که مختص این شهره. از بلندترین شب سال براتون میگیم. شب یلدا و دور همی زیر کرسی همراه خانواده. و از کوچه پس کوچه های شهر رو بومگردی. بله، شما همسفر ما هستید در استان یزد، شهر زیبای ابرکوه. با نام و ید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه‌های دن کشورمون آشنا میشیم. ما در استان یزد هستیم، شهر تاریخی و زیبای ابرکوه. موضوع برنامه امروزمون معرفی بخشی از صنایع دستی ارزشمند شهر ابرکوه هستش. در یک خونه تاریخی هستیم، جایی که آقای حامد خان اکرمی از هنرمندان شهر ابرکوه اومدن اینجا رو احیا کردن. بخشی از هنرهایی که سالیان سال فراموش شده بوده رو ما میتونیم یه جورایی اینجا زنده و پویا تماشا کنیم و به هر حال عرضه اون رو هم ببینیم. آقای اکرمی، شما بینندگان هم سفر بفرمایید. به نام خدا، سلام و عرض احترام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. خانه در اون هستیم الان به نام خانه تاریخی قیومی مشهور هستش. این خانه مربوط به دوران قاجار هست و داره یک حیاط مرکزی و دو تا ایوانی که صفه نام داره و یکی از اتاقهای این خانه که گچبری منحصر به فردی داره و هنوز باقی مونده این گچبری ها، مربوط به دوران زندیه هست که قابل توجه مخاطبین هستش. یعنی میشه گفت این خونه از دوران زندیه و قاجاریه به یادگار جا مونده، درسته؟ بله، خیلی بله. بزرگتر از اینی که الان هست بوده قطعا. بله بله، یه بخشی از اون خونه هستش خونه. که ما میتونیم اینجا ببینیم تقارن سازی رو اونجا به خوبی میتونیم ببینیم. یعنی حیات ها در مقابل هم هستن، یک حوض کوچک در وسط حیات و اتاق هایی که دور تا دور این حیات قرار گرفتن. ما در یکی از این حیات ها هستیم. قطعا در دوران در واقع طول تاریخ و تخریب هایی که انجام شده متاسفانه یا تقسیم بندی هایی که انجام شده، خونه کوچیک و کوچیکتر شده، ولی الان خدا رو شکر این بخش از خونه رو سالم و پویا میبینیم. آقا اینجا چیکار میکنین کلا؟ خب من مشغول آموزش صنایع دستی هستم. هنر آموزان و علاقمندانی هستن که شرکت میکنن و ثبت نام و آموزش میبینن و در این راستا به هر حال تامین درآمد و هزینه میشه براشون. و آثاری هم که هستش از جمله آرسوک جولی که ثبت ملی هست و نماد صلح جهانی رو داره، سفره خمیر یا سفره پنبه‌ای که مربوط به دوران گذشته ما بوده و جز اقلام جهیزی عروس بوده
و چند تبافی و نمدمالی که درست هستش. چنته همین ابزار کلامن دستم هست دیگه، درسته؟ بله کاملا درسته. این چوب چنته بافیه و این حلقه هم که دورش هست خود چنته است. آقا بفرما که ببینیم چی در چنته داری. خواهش می‌کنم. بعد اینو میگفتم ضرب المثل قدیمی در چنته داره. آره در دوران زرتشتی هایی که در این منطقه سکونت داشتن در گذشته بسیار دور، یعنی کیسه جواهرات میشه در اسبش گفتیم چنته رو، چون که داماد رسم بوده به عروس هدیه بده داخل این کیسه جواهرات که چنته نام داره سکه طلا، انگشتر یا هر چیزی که به قیمتی بوده میگذاشتن و به عروس هدیه میدادن. عروس هم چون نمیدونسته چی بهش میدن منتظر بوده که ببینن چی در چنته دارن و اصطلاح چی در چنته داری از این به اصطلاح صنایع دستی بیرون میاد. و شما فقط داری انجام میدین این کارو؟ نه، تعداد زیادی از همشهریای ما آموزش دیدن و دارن فعالیت میکنن. آره. و مشغول به بافت هستن. البته باید بگم که این نوع سوزندوزی هستش که ما توی سیستان و بلوچستان هم این نوع سوزندوزی ها رو دیدیم که انجام میشده. تفرش دوزی در استان مرکزی من یادمه که در واقع انجام میشده، این هم یه نوع سوزندوزی، ولی واقعا ابزارش خیلی متفاوته با اون چیزهایی که در استان سیستان و بلوچستان، استان مرکزی یا جای دیگه دیدم، خیلی متفاوته. شما به چه شکلی کار میکنید؟ ابزار کارتون چی هستش؟ ببینیم، یک میله استوانه‌ای هستش و چند تا سوزن و نخ ابریشم که نقوشی که بافته میشن مشهور هستن به دون مروارید، بوت جقه و گل لاله که دست شماست. بله. و چهار لوزم هست که اون یه نمونه دیگه اش هستش و اینا طریق بافتشون هم دندون موشی و اخبار چین مشهوره. درست. که بسیار زمانبر هست این بافت. خیلی ریزه. چند تا سوزن، آره چند تا سوزن هم همزمان باید همراه به اصطلاح دست باشه که کار کنه. من فکر میکنم در گذشتم چند تا سوزن بافی، یعنی چند تا سوزن چون کار میکنه چند تا بافی هم بوده که چند تا بافی. آره گویش تغییر میکنه و چند تا بافی مشهور میشه. یعنی منظورشون اینه چند تا بافی، آره چند تا سوزن همزمان درسته. کمک میکنن برای بافت این. خیلی عالیه، دست شما درد نکنه. ممنون از اینکه احیا کردین این هنر رو و خیلی مهمه. به هر حال هنرهایی که منسوخ شده بودن و سالیان سال فراموش شده بودن الان یه جورایی ما می‌بینیم که شکر خدا جوونا و حتی قدیمی ها دوباره سراغ اون رفتن و دارن این هنرها رو زنده می‌کنن. در بخش بعدی با این هنرمندان عزیز آشنا میشیم و سفره بافی، عروسک دوزی، نمدمالی رو بهتون معرفی می‌کنیم. هنرهای دیگه هم هست توی شهر ابرکو که انشالله اگه فرصتی باشه حتما به اونها هم می‌پردازیم. پس همراهی ما رو از دست ندین، همسفر ما باشین. با سلام به بینندگان برنامه همسفر، این جانب زهرا دهخانپور هستم، مربی سفره بافی، اهل و ساکن ابرکو. چند ساله که سفره بافی توی ابرکو رونق داره؟ الان تقریبا نزدیک 5 ساله ما اومدیم آموزش دیدیم
بعد دوستان، اقوام، بچه ها، همسایه ها همه اومدن اینجا به اصطلاح آموزش دیدن. الان تو خونه هاشون دارن میبافن. خب چند سال پیش توی ابرکو اصلا سفره بافی پدید اومده میدونی تاریخشو؟ بینک از قدیم به اصطلاح مادر بزرگای ما میبافتن، مثلا روز روح جهاز دختراشون میذاشتن. درست. بعد یه مدتی دیگه بیش که نیم بافت ول شده بود دیگه. بعد دوباره آقای اکرمی استادمون اومده زحمت کشیدن، خودشون دوباره این مثلا کار رو احیا کردن و دوباره پنج سال قبل رونق رو پیدا شروع کردن. بله پیدا کردن. بعد دوباره بچه ها رو اینجا مثلا اینجا رو فراهم کردن و مثلا جا و مکان و همه. بعد از این پشم و وسیلاش و همه را آوردن اینجا برای ما. ما اومدیم خیلی بچه ها استقبال کردن. بعد حالا هم داریم میبافیم، خیلی ها تو خونه میبافن، خیلی ها اینجا میبافن. بعد هنوز هم دارم میان یاد میگیرم و منم مربیشون هستم اینجا. خودتون از کی یاد گرفتین؟ خودم از آقای اکرم یاد گرفتم. یعنی قبل از اون از مادر یا مادر بزرگ نیاموخته بودین؟ خیلی اون دیگه گذشته بود. بله زمان اونا هم با بچه بودیم، اصلا یادی نداریم که اونا کی میبافتن. اونا فقط میبافتن میذاشتن رو جهاز دختراشون. خیلی دارا شبیه دار قالیه. من وقتی وارد شدم فکر کردم اینجا قالی میبافن. از ابتدا همین دار بوده یا اینکه دار زمینی بوده یا از این در واقع کارباف دستگاه کاربافی بوده قبلا؟ میبینه که کاربافی هم مال قدیم بوده که مادر ما به صورت بخچه و سفره و مثلا پارچه برای لباس و برای چادر و اینا با دستگاه کاربافی میبافتن. بعد این دستگاه که اینجا میبینه اینا همه قالی میبافتیم. درست. ولی حالا سفره پنبه‌ای هم باهاش میشه ببافی. خب سفره پنبه‌ای خیلی نازکه، قالی یکم به هر حال گره‌های درشت‌تری داره. چجوری به این ظرافت میتونین اونو ببافین؟ خب این قالی با این سفره مثلا وسیلش یکیه ولی بافتش فرق میکنه. بافت سفره پنبه‌ای ملیل بافیه، قالی با پیچمه بزنیم. درسته. بعد گره بزنیم. بله. اونا به اصطلاح خواب داره مثل قالی، قشنگ خواب داره، ولی اینا خواب نداره. اونا قیچی داره برای چیندن، اینا قیچی نمیخواد، مثلا هیچی نمیخواد. خانم دهخانپور یه نفر بخواد کار سفره بافی یاد بگیره چقدر زمان میبره؟ یه هفته بیا قشنگ یاد میگیره. یعنی توی یه هفته کامل میتونه؟ بله. بلد. بعد نقشم نداره نه؟ خیلی نقشه نداره. اینا ذهن بافی الان؟ بله. بعد چجوری تو ذهنشون سپردن که به این شکل ببافن؟ خیلی ساده است بافتش. خیلی ساده است. یه دفعه یکی بیا ببینه قشنگ یاد میگیره. درسته. چند رنگ سفرهایی که میبافین؟ والا بعضیاش یه رنگه، سفید خالصه. بعضیاش هم رنگ با رنگه. مثلا پشماش پشمه قالیه. مثلا پشمه پنبه‌ای هم هست. اون پنبه یا سفید خالصه. اون رنگیاش پشم قالیه. درسته. یعنی پشم بوستان در اصل آبی. میشه. بله، درسته. بله. پشمه رنگ کرده است. ولی این سفره ها پنبه‌ایه. پنبه‌ایه. کاربرد سفره ها چیه؟ کاربردش الان برای رومیزی، برای روی اوپن، برای اینا استفاده میشه. ولی قدیما سفره خمیر بوده. آها، یعنی چونه های خمیر رو روش میذاشتن. چونه های خمیر رو، بعد اون سوچه خمیر رو میگذاشتن وسط. چونه خمیر رو مثلا درست میکردن و نون میپختن قدیما. بله. ولی حالا مثلا به صورت رومیزی و از این چیزا هستش استفاده میشه. و اگه یه نفر بخواد یاد بگیره براش درآمد داره، میتونه به عنوان یه شغل درآمدزو بهش نگاه کنه؟ بله بله. قشنگ هفته یکیش میشه ببافی. بله خیلی خوبه. هم کار تو خونه هست، خانم ها هم میتونن کارخونهشون انجام بدن، هم میتونن به اصطلاح سفره ببافن. خیلی راحته، شب و روز هم میشه ببافی. یه درآمدیه. خیلی هم بچه ها استقبال کردن، همه اومدن یاد گرفتن، الان همه دارن میبافن. خیلی هم کار خوبیه، شغل خوبیه، هم راحته هم ساده.
به نام خدا. سلام به بینندگان همسفر، من عشرت سابقی هستم از شهرستان ابرکو و در حال حاضر در حال دوخت عروسک‌های جلی میباشم. چرا بهشون میگین عروسک جلی؟ عروسک جلی به خاطر میگین چون از خرد و پارچه‌ها که در خیاطی به دست میاریم اونا رو برای که دور نریزیم ازش استفاده میکنیم و عروسک درست میکنیم برای بچه‌هامون، نوه‌هامون. به این صورت میگن عروسک جلی چون از خرد و پارچه‌ها استفاده میشه. تیکه‌های اضافی خیاطی‌هامون هست. بله. بعد ابزار کاراتون چیا هست دقیقاً؟ ابزار کار ما همون خردهای پارچه هستش که از خیاطی اضافه میاد و یک کم الیاف برای حالت نم بودن صورت استفاده میکنیم، برای که میخوایم چش ابرو براش بذاریم راحت تر باشه، چون سوزن به سختی درون تیکه پارچه ها میره ولی درون الیاف راحت تره. بله، فقط صورتشو با الیاف داریم. بله، صورتش الیاف، بقیه بدنشو از همون خرد و پارچه‌ها استفاده میکنیم. بله، سوزن و نخ هم که جز ابزار کارتون. بله، سوزن نخ هست، بعد برای زیر گلوش هم از مهره ها و چشم نظر و پولک و اینا استفاده میکنیم. درست. این عروسک چند ساله توی ابرکوه اومده بافتش؟ عروسک من الان حدوداً 7 ساله دارم روش کار میکنم. 7 ساله اینم، چون پسرم خیلی علاقه داشت اینا، منم خیاط بودم، کمک کردم بهش، اینو احیا کردم و شروع کردم به دوختن. یعنی قدیم بوده؟ بله، از قدیم هم بوده، ما مادرامون، مادر بزرگامون این کار رو انجام میدادن. خب ولی حالا ما دوباره شروع کردیم، اون کار رو دوباره شروع کردیم به انجام دادن. یعنی مثلا 100 سال پیش بوده این عروسک؟ بله بله بوده، بله 100 سال پیش بوده. بعد دوباره اصلا منسوخ شده؟ بله دوباره ما احیاش کردیم، دوباره اینو احیا کردیم. اینو خب قدیم بوده. ثبت کردین این عروسک؟ بله، این الان ثبت ملی شده، بعد به دین جهانی هم رسیده، ولی ثبتش ملی هست. ثبت ملی هست الان. بله، ثبت ملیه. درسته، هم ثبت ملی شده، همین که نماد صلح جهانی. بله، نماد صلح جهانی هم گرفته، به خاطر که اینا وقتی که خراب بشه بنزنش تو طبیعت دوباره چیزی هست که برمیگرده به طبیعت، به همین دلیل نماد گرفته. درسته، یعنی این که ضرر به طبیعت بزنه. و یه نفر بخواد یاد بگیره چقدر زمان میبره؟ اینو حدوداً 2 روز 3 روز بیان بشینن یاد میگیرن. 2-3 روز کار به اون دست علاقه است. اگر کسی علاقه داشته باشه شاید بتونه در عرض 1 روز هم یاد بگیره. ولی اگر کسی علاقه درست نشون نده امکان داره 1 هفته بشه، 1 ماه بشه براش. اون دست علاقه فرد هست که به کار دستی، به کار سنتی علاقه داشته باشه یا نداشته باشه. عروسکتون اسم هم دارن؟ عروسکا بله، خیلی هاشون اسم گذاشتیم براشون، اسم دارن. مثلا اینی که دستتونه؟ این ننه سکینه است. ننه سکینه. دیگه چه اسمایی گذاشتیم روی عروسکاتون؟ بی بی خرجه هست و ننه سکینه هست و چند تا هستن، الان خیلی تو ذهنم نیست ولی اکثرشون اسم دارن. خب این بی بی خدیجه، ننه سکینه فرد خاصی بودن یا خودتون؟ این... بله، یکیشون آرایشگر بودن، یکیشون تو با مردم مهربون بودن، با بچه ها مهربون بودن، هر کدومشون یه قصه برای خودشون جدا دارن. درسته، یعنی آدم های قدیمی خود ابرکوه. بله، بودن؟ بله بله، رو اونا رو نامگذاری کردن. بله. که الان نیستن. بله الان نیستن، خودشون فوت کردن ولی نامشون هنوز باقی مونده رو عروسک ها. خیلی خوبه. من میبینم از پارچه های رنگی استفاده میکنه، چرا؟ خب تنوع داره، کسی سلیقه‌ای داره. بعدم میگم لباسا که دوخته میشه همش که یه رنگ نیست، هر کدومش یه رنگ خاصی داره، بخاطر همین رنگ به رنگ میشه، برای خودش رنگا متنوع است. چون از میگم که خیاطی که میکنیم هر کسی سلیقه خاصی داره، یه نمونه پارچه میاره و ما هم قرار شده از همون خرد پارچه ها استفاده کنیم، که برای همینه که رنگا متنوع است. Thank you.
ما در این بخش از برنامه همسفر در شهر زیبای ابرکوه با قسمتی از صنایع دستی ارزشمند این دیار آشنا شدیم و واقعا هنرمندان بسیار قابلی داره این شهر و شهرستان و میشه گفت شما وقتی بیاین انقدر در واقع تنوع داره صنایع دستیش که شما وقت کم میارین برای دیدنش. این قسمتی که الان ما اومدیم و هستیم نمدمالیه. ما قبلا نمدمالی رو توی شهرهای دیگه بهتون معرفی کردیم و جزء صنایع دستی ارزشمندیه که سابقه دیرینه‌ای داره و از تاریخ کهنی برخورداره. آقا ماشاءالله اکرمی عزیز از معلمین بازنشسته هستند که بعد از اینکه از شغل معلمی که بسیار حائز اهمیت هست فارغ شدن، صنایع دستی رو همچنان ادامه دادن و الان هم خواهش کردیم که بیان اینجا، ما اومدیم تو کارگاهشون و نمدمالی رو به همون بگن که از کجا یاد گرفتن و چه تاریخچه‌ای داره. آقای اکرمی شما بینندگان هم سفر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. آیا که چند ساله دارین کار انجام میدین نمدمالی رو؟ هسته خدمتون که بنده معلم بودم، بازنشستم چون که شغل پدرین بود، از بچگی یاد گرفتم دیگه این کارو و علاقه هم داشتم دیگه. حالا یعنی زمانی که معلم هم بودین نمدمالی میکردین؟ آره انجام میدادیم نمدمالی، کمک پدر میکردیم و یه هنر بسیار بسیار فکر کنم بهترین هنر صنایع دستی ایران واقعا هنر دستی هستی. بله همین نمدمالی بوده و قبلا هم که نمدمالی میکردم برای اشایر چون تو بیابون بودن و رطوبت و چمن و اینا بوده، نمد خیلی برایشون استفاده داشته. درسته. بعد پشم گوسفند دیگه. اینا همش پشم گوسفنده، اینا رو هم به وسیله جوهر میشونیم با آب رنگش میکنیم. قدیما با گیاهی فکر میکنم با گیاهی بوده، الان جوهره مخصوص داره. بله آره. حیف، اون رنگ گیاهی چیز دیگه است اصلا، بهتره. منظورم اینه، این هم دیگه رنگش نمیره با که رنگ چون ثابته، آب میجوشه. بله دیگه درسته. بعد شما با نمد همه چیز دیگه الان درست میکنید؟ بله با پشم بره. خب هر چی بگین ما درست میکنیم دیگه. کفش و پاپوش میگیم. آره درسته. گردا نمد کول، نمد فرشی، بالش، عروسک بله، هر چی که بگین شما، جوراب، دستکش. ولی قدیما فقط فکر کنم همین پادریا و با این بالا پوشه. قدیما برای زیرپایی درست میگن، نماد کل بهش میگفتن. این دونه بود فقط. برای چوپونا بوده، خیلی هم کارایش خوب بوده برای چوپونا. بله. من میدم طرح مسجد جامع، طرح خونه آقازاده. بله بله ما. و اینها رو هم رو نماد. اینا بله طرح ما خودمون طراحی میکنیم روی قالب. فقط همش هم از جنس پشم اینا. آها. چیز دیگه استفاده نمیشه. یعنی همزمان اگر بخواد از بین بره، همزمان از بین میره، نه که رنگش از بین بره. و کارم زیاد میکنه اینا. درسته. نقاشی چجوری کشیدی؟ نقاشی را قالبه مخصوصی از به وسیله همین پشما، رنگ‌های مختلف هست، ما به وسیله همینا نقاشی میکنیم و بعدم پشم می‌ریزیم. یه مراحل خاصی داره دیگه. درسته. یک کم هم گله داشتن آقای اکرمی، داشتن این کارو میگن دیگه نمیخوام کنار بذارم قبل ضبط، گفتن درسته؟ چرا؟ چرا انقدر ناراحت بودی؟ به خاطر اینکه چه میدونم والا دیگه قدرشو نمیدونم، مردم دیگه استقبال نمیکنن خیلی. نه مردم قدر، هر چی که ما با هر چی که بخوام ما میتونیم تهیه کنیم براشون. قدر هر سفارشی که بدم ما در خدمتتون هستیم. بسیار حتما. من همیشه تو برنامه همسفر گفتم و تاکیدم اینه اگه به یه شهری سفر میکنین حتما از صنایع دستی ارزشمندش برای حمایت از این عزیزان و همینطور که جنس با کیفیتی داشته باشین به عنوان سوغات تهیه کنین. حیف واقعا اینکه شما مثلا اومدید ابرکو، جاذبه هاشو دیدین، اون سرو 4500 ساله شو دیدین، مسجد جامع و در واقع گنبد عالی و این همه جاذبه های تاریخی، وقتی میخواین از اینجا برین یادگاری از این سرزمین دسترنج هنرمندان عزیزم باید ببرین. تشکر. به کسی هم یاد دادین آقای اکرمی؟ کسی میگم که این شغلی بوده که اون پدران ما که به رحمت خدا رفتن دیگه، هرچی بچه‌ام بعضن که دیگه هستن اونا یاد داداشام اونا یاد گرفتم، اونا بردم، ولی کم کم دیگه داره کم رنگ میشه دیگه اونه که قبلا بودن. حتما آموزش بده. واقعا هنر خیلی جالبیه به نظر ما. ما پشمی که یه خانمی اگر نگاه کنه اول خیلی به دلش نمیاد، بعد چیزی درست میکنه همون خانمه میاد پول میده میخره. درست.
من خواهش می‌کنم حتما رواج بدین، حتما چشم در خدمتتونه، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از همراهیتون. خب ما در برنامه امروزمون سعی کردیم همونطور که عرض کردم بخشی از صنایع دستی ارزشمند شهر ابرکوه رو بهتون معرفی کنیم. قطعا کارگاه‌های بسیار زیادی در این شهر هست و هنرمندان زیادی که تو زمینه‌های مختلفی دارن این هنر رو خلق می‌کنن و امیدواریم که همه این عزیزانی که دارن در حفظ صنایع دستی ارزشمند کشورمون میکوشن سلامت باشن و این روند رو ادامه بدن. ما رو در فضای مجازی همسفر نقطه تیوی پیگیری کنید. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین از همین طریق میتونین ما رو مطلع بکنید. تا فردا موضوعی دیگه، همه شما از آن رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. خب آقای اکرم دیگه چه خبر؟